پرچم کوبا بر فراز سفارت جدید این کشور در واشنگتن به اهتزاز درآمد. روز دوشنبه به مناسبت بازگشایی سفارت کوبا در آمریکا مراسمی با حضور برونو رودریگوئز وزیر خارجه کوبا و 500 مهمان دیگر در این مکان برگزار شد. این نخستین حضور یک وزیر کوبایی از 56 سال پیش در ایالات متحده آمریکا است. وزیر خارجه کوبا پس از دیدار با همتای آمریکایی خود در واشنگتن گفت: باید بگویم که لغو کامل محاصره اقتصادی، پس دادن گوانتانامو که به طور غیرقانونی اشغال شده است، احترام کامل به تمامیت ارضی کوبا و نیز جبران خسارت‌های جانی و مالی که به افراد وارد شده برای عادی سازی روابط بسیار مهم هستند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به این نظرات گفت: در حال حاضر هیچ گونه گفتگو یا تصمیمی از طرف ما برای تغییر معاهده حاضر یا طرحی در مورد پایگاه دریایی وجود ندارد. ولی ما درک می‌کنیم که کوبا نسبت به این مسئله حساس است. من نمی‌توانم بگویم که در آینده چه پیش خواهد آمد، اما در حال حاضر این بحث از سوی ما مطرح نیست. قرار است روز 10 مرداد آقای کری سفارت کشورش را در هاوانا پایتخت کوبا بازگشایی کند. آخرین بازدید رسمی یک وزیر خارجه آمریکا از کوبا به سال 1945 میلادی باز می‌گردد.